را با هر امکانی که در اختیار داشت در همان محیط کارش آغاز کرد. اما لو رفتن اقدامهایش علیه ارتباطات ساواکی ها و عوامل دربار در مخابرات به اخراج او از کارش منجر شد. پس از آن او برای گذران زندگی به شغل رانندگی تاکسی روی می آورد. پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، کاظم به طور تمام وقت وارد تشکیلات مجاهدین می شود. درباره حماسه 19 بهمن سال 1360 گفتنی های انگیزاننده و غرور آفرین بسیار زیاده، اما همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، متاسفانه اینجا ما برامون میسر نبود که خویشاوندان سایر شهدای 19 بهمن رو جا حضورشون باشیم. بنابراین حتما اگر چنین امکانی فراهم بود، حقایق و جنبه های حماسی خیلی بیشتری از این واقعه تاریخی رو میتونستیم مطلع بشیم. بنابراین الان به ذکر اسامی این شهدا و همچنین خاطراتی که در حد همین برنامه می گنجه از اونها بسنده می کنیم. عباس‌علی جابرزادی انصاری در سال 1330 در یک خانواده زحمتکش اصفهانی متولد شد. او چند سال پس از پایان تحصیلات متوسطه به گلفروشی اشتغال داشت. آشنایی عباس‌علی با مجاهدین به سالهای 50 برمی‌گردد. او همزمان با گسترش تظاهرات در قیام ضد سلطنتی، فعالیت‌های سیاسی خود در ارتباط با مجاهدین را بیشتر و بیشتر می‌کند و پس از پیروزی انقلاب فعالیت‌های تشکیلاتی خود را با جنبش ملی مجاهدین در اصفهان ادامه می‌دهد. در دوران فعالیت‌های سیاسی مجاهدین طی سال‌های 58 و 59 او علاوه بر خانه و سایر امکاناتی که در اختیار مجاهدین قرار می‌داد، محل کارش را که گلفروشی ساحل نام داشت به مرکزی برای هماهنگی و ارتباطات هواداران مجاهدین تبدیل کرد. عباس‌علی در آبان ماه سال 59 به بخش حفاظت سازمان منتقل می شود و در زمره اعضای واحدهای حفاظت از پایگاه سردار خیابانی بود. شهید حسین بخشافر در روز 19 بهمن سال 1360 در کنار مجاهدان شهید شاهرخ شمیم و فاطمه نجاریان
در یه پایگاه در یوسف آباد با مزدوران رژیم درگیر شدن و تا آخرین گلوله خودشون مقاومت کردند و آماج گلوله های مزدوران سپاه پاسداران رژیم قرار گرفتند و هر سه نفر در این پایگاه توی یوسف آباد به شهادت رسیدند. آقای فرزان، شما مثل که با مجاهد شهید حسن مهتوی آشنایی داشتین، شما هم